بازگشای سفارتخانه های ایران و عربستان از جمله موضوعاتی است که در دور آینده مذاکرات دو کشور بر سر آن تصمیم گیری خواهد شد. مذاکراتی که در بغداد پایتخت عراق برگزار می شود. این را ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق اعلام کرد و گفت که توافقات دو طرف در دور پنجم مذاکرات تبدیل به نقشه راهی برای آینده شده است. گفتگوهای ایران و عربستان سعودی دور پنجمش در بغداد با تلاشایی که میزبان دولت عراق انجام داده بود و همچنین تمهیدات و مساعدت هایی که دولت عمان انجام داده بود در هفته انتهای هفته گذشته روز پنجشنبه برگزار شد. گفتگوها رو به جلو بود، گفتگوهای مثبتی بود. چارچوب هایی که از قبل پیش بینی شده بود در این گفتگوها تماما مورد گفتگو قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوها جدی بود. می توان گفتش که اگر این گفتگوها به سطح سیاسی درجه یک ارتقا پیدا کنه، می توان انتظار داشت که به سرعت شاهد پیشرفت‌های جدی در حوزه‌های مختلف مورد گفتگو در چارچوب این توافق در چارچوب این مذاکرات باشیم. حدود 6 سال از قطع روابط ریاض با تهران می‌گذرد. پس از حمله شماری از هواداران تندروی حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، اکنون به نظر می‌رسد نه تنها دو طرف در پی کاهش تنش‌ها هستند، بلکه عربستان سعودی هم فصل جدیدی از سیاست منطقه‌ای را گشوده، از جمله در تعامل با ایران. جنگ یمن از مهمترین محورهای اختلافات میان دو طرف. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت می‌کند و ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی. از ماه گذشته با پیشنهاد نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد دو طرف بر سر آتش بسی دو ماهه توافق کردند. آتش بسی که به طور عمده برقرار باقی مانده. هناك تفاؤل كبير في اوساط الشعب اليمني بهذه الهدنه كونها اتت بعد التصعيد. مردم این آتش بس خیلی امیدوارن، به خصوص که این آتش بس بعد از تشدید حمله ها به نیروگاه های آرامکو به دست اومد. یه باوری وجود داره که پشت تثبیت این آتش بس فشارهای بین المللی بوده، چون میتونه تاثیر مثبتی روی قیمت نفت بذاره. امیدواریم این آتش بس آغازی برای پایان جنگ یمن باشه. خريطه الطريق للوصول الى حل نهائي وانهاء الحرب على الشعب اليمني. در تازه ترین تحولات جنگ یمن، سخنگوی ائتلاف عربی حامی دولت یمن تصمیم ائتلاف برای آزاد کردن 163 اسیر حوثی را که در عملیات علیه عربستان سعودی شرکت کرده بودند اعلام کرد. پیشتر مسئول پرونده اسرا در تشکیلات حوثی ها اعلام کرده بود که این گروه به واسطه سازمان ملل پیشنهاد آزادی 200 اسیر از سوی دو طرف جنگ یمن را مطرح کرده است. اوایل سال جاری میلادی وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات با عربستان سعودی خبر داده بود. گفتگوهای ایرانی سعودی در مسیر درست خودش قرار داره. عربستان سعودی هم نزدیک شدن ریاض و تهران را دست یافتنی دانسته بود. اما ریاض در روابطش با آنکارا هم فصل جدیدی را گشوده. با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عربستان سعودی به دعوت پادشاه این کشور، تنش در روابط دو کشور پس از کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و مشاور سابق رئیس سازمان اطلاعات سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول به اوج خود رسیده بود. اما اخیراً سازمان قضایی ترکیه حکم به توقف پیگیری پرونده در آن کشور و ارجاع پرونده به عربستان را صادر کرد، نشانه ای از تمایل به کاهش تنش. بنا به دستور مقام‌های آنکارا، شماری از اعضا و مسئولان گروه فرامنطقه اخوان المسلمین هم که با رژیم‌های حاکم در اکثر کشورهای عربی از جمله عربستان روابطی خصمانه دارند، از ترکیه اخراج شدند. از سوی دیگر، گزارش‌هایی هم از عزم ریاض برای سرمایه‌گذاری در ترکیه منتشر شده، موضوعی که پس از سقوط شدید ارزش لیر ترکیه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این کشور باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.